به نام خداوند جانافرین و با سلام به شما بینندگان گرامی به هفته نامه خوش آمدید. نقطه آغاز این برنامه تنش بی سابقه لفظی میان کابل اسلام آباد است. پس از آن به سخنرانی سرپرست وزارت خارجه در ششمین نشست فرمت مسکو خواهیم پرداخت و در ادامه نگاهی خواهیم انداخت بر رویکرد عملگرایانه روسیه در قبال افغانستان کنونی. درس‌های اشغال افغانستان برای آمریکا تحلیل دیگر مرتبط با موضوعات داخلی است. از موضوعات خارجی نیز زمینگیری ارتش اسرائیل در مرزهای لبنان و قرار گرفتن آیت الله العظمی سیستانی در فهرست ترورهای رژیم تروریستی اسرائیل پیشکش حضورتان خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم تا پایان این هفته نامه با ما همراه باشید. وزارت خارجه حکومت سرپرست هفته گذشته از ادامه تنش میان حکومت پاکستان و مخالفان سیاسی این کشور ابراز نگرانی کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه گفت که کابل وضعیت جاری در پاکستان را از نزدیک دنبال می کند. حکومت سرپرست از حکومت پاکستان خواست که با نارضایتی های معترضان به گونه معقول و واقع بینانه برخورد کند. این موضع گیری با واکنش تند و کم سابقه پاکستان مواجه شد. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حکومت سرپرست گفت که به جای انتقاد بیهوده در امور داخلی یک کشور دموکراتیک بر مشکلات داخلی خود از جمله حق تحصیل زنان و دختران افغان تمرکز کنید. تنش لفظی تازه میان کابل اسلام آباد در حال شکل گرفته که پیشتر محسن نقوی وزیر داخله پاکستان ادعا کرده بود که در اعتراضات در اسلام آباد شهروندان افغانستان دخیل بودند و تاکنون 120 نفر از آنها بازداشت شدند. مقامات تحریک انصاف پاکستان این ادعا را تکذیب کردند. صرف نظر از این که ادعای دولت مردان پاکستان درباره دستگیری 10 نفر از افغانهای مقیم این کشور به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی تحریک انصاف واقعیت دارد یا نه، بیانیه وزارت خارجه حکومت سرپرست در قبال اعتراضات پاکستان بسیار تأمل برانگیز است. این بیانیه نشان می‌دهد که حکومت سرپرست بر رغم اعلام سیاست خارجی اقتصاد محور و بی‌طرفی در قبال مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی درباره تحولات سیاسی و تنش‌های داخلی در پاکستان مواضع مشخصی دارد و آن را بی‌پروا ابراز میکند. اما وزارت خارجه پاکستان در بیانیه به شدت به اظهارات اخیر مقامات حکومت سرپرست واکنش نشان داده و آن را مداخله بیهوده در امور داخلی این کشور خواند. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه رسمی نوشت که به جای انتقاد در امور داخلی یک کشور دموکراتیک بر مشکلات داخلی خود، ایجاد اداره فراگیر، پاسخگویی بر نیازها و خواستهای مردم و حق تحصیل برای زنان و دختران افغان تمرکز کنید. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه تند کم سابقه مثل همیشه حکومت سرپرست افغانستان را متهم به فراهم ساختن زمینه فعالیت‌های گروه‌های تروریستی کرده که بر اساس این بیانیه حضور آنها در افغانستان صلح و امنیت در منطقه را به طور جدی مورد تهدید قرار داده است. اظهارات عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست در وضعیت منتشر شد که ظرف یک هفته اخیر اعتراضات گسترده هواداران تحریک انصاف پاکستان شماری از شهرهای بزرگ از جمله پایتخت اسلام آباد را متشنج و حکومت این کشور را مجبور به اعزام ارتش برای تأمین امنیت کرده است. در تازه ترین مورد از رویدادهای امنیتی در پاکستان، روز دوشنبه 16 میزان در نزدیکی فرودگاه شهر کراچی در یک حمله انتحاری دو شهروند چینی کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. سفارت چین در پاکستان این حمله را تروریستی خوانده و گفته که هدف آن کاروانی از مهندسان این کشور بوده که در یک پروژه برق در ایالت سند
کار میکردند. جبهه آزادی بخش بلوچستان در پاکستان اعلام کرده است که حمله دیروز از سوی آنها طراحی و اجرا شده است. حکومت چین خواستار تحقیقات جدی در این زمینه شده و شهبار شریف نخست وزیر پاکستان گفته که به تامین امنیت شهروندان چینی در کشور متعهد است. همزمان نیروهای امنیتی پاکستان ظرف روزهای گذشته در پی درگیری‌های با تظاهرکنندگان مخالف دولت صدها تن از معترضان را که به جاده‌های پایتخت هجوم بردند بازداشت کرده است. علی امین گنداپور سروزیر ایالت خیبر پختونخوا، دو خواهر عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر تحریک انصاف و به گفته وزارت داخله پاکستان بیش از 100 تن از شهروندان افغانستان در میان بازداشتی ها هستند. در پی این نارامی ها وزارت کشور پاکستان جنبش تحفظ پشتون ها را نیز یک سازمان ممنوعه اعلام کرد. دولت حاکم پاکستان عمران خان و رهبران ارشد تحریک انصاف و رهبری او را به حمایت از تروریسم و به خطر انداختن امنیت ملی پاکستان متهم می کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست در سخنرانی خود در ششمین نشست فرمت مسکو گفت که داعش توانسته است در بیرون از مرزهای افغانستان مراکز تجهیز و تربیت ایجاد کند و این رویداد باعث نگرانی حکومت سرپرست افغانستان شده است. با گفته آقای متقی اکثر انفجارهای داعش در افغانستان توسط اتباع خارجی انجام می شود. او از کشورهای منطقه خواست که اجازه ندهند داعش از اتباع آنها سربازگیری کند و آنها را برای اهداف خرابکارانه به افغانستان و دیگر کشورها بفرستد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست در حالی از حضور رهبران استقرار پایگاه ها و مراکز آموزشی داعش در کشورهای منطقه انتقاد کرد و از این کشورها خواست که اجازه سربازگیری داعش از میان اتباع خود را ندهند که از دید کشورهای همسایه و منطقه افغانستان همچنان کانون مرکزی فعالیت داعش و سایر گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود. در 3 سال پس از استقرار حکومت سرپرست در افغانستان بارها کشورهای همسایه و منطقه نسبت به رشد تروریسم در افغانستان و تهدیدات امنیتی از این ناحیه ابراز نگرانی کردند، اما موضع حکومت سرپرست همواره مبتنی بر نفی و رد و انکار بوده است. با این حال افغانستان خود نیز در این مدت قربانی اقدامات تروریستی گروه داعش بوده است. این گروه تکفیری طی 1 ماه مسئولیت دست کم 2 حمله تروریستی بزرگ را بر عهده گرفت که به کشته و زخمی شدن 10 نفر انجامید. از جانب دیگر سربازگیری داعش از ادبای کشورهای همسایه حتی اگر چالش برای امنیت ملی افغانستان باشد، بدان معنا نیست که حکومت افغانستان هیچ تدبیر برای مقابله با این جریان خطرناک تروریستی نیندیشد. واضح است که مبارزه با تروریسم منطقه‌ای کار همه کشورهای منطقه است. آنچنان که درخواست امیرخان متقی مبنی بر ممانعت کشورهای منطقه سربازگیری داعش از میان شهروندان آنان نیز معطوف به همین مهم بود، اما این باری از دوش حکومت سرپرست برای سرکوب ریشه‌کن کردن هسته‌های اصلی داعش در افغانستان بر نمی‌دارد. گزارش های وجود دارد دال بر آن که نیروهای جذب شده از کشورهای دیگر در افغانستان مستقر هستند و با فراگیری آموزش های لازم در کمپ های تروریستی راهی کشورهای هدف در منطقه و جهان می شوند و نقشه های تروریستی خود را عملیاتی می کنند. به این ترتیب بی توجه به این که کانون مرکزی رهبری و فرماندهی داعش در ایالت بلوچستان پاکستان قرار دارد یا اکثر اعضای این گروه تروریستی را اتباع تاجیکستان و ازبکستان تشکیل می دهند، تا زمانی که حکومت سرپرست اقدام به ریشه‌کن کردن داعش در قلمرو خود نکند، فرافکنی مشکل را حل نمی کند و بر نگرانی های فزاینده کشورهای همسایه و منطقه درباره تهدیدهای تروریستی از مبدأ افغانستان پایان نخواهد داد. به عبارت دقیق تر، تا زمانی که حکومت سرپرست خلأهای امنیتی خود را برطرف نکرده و از رخنه و نفوذ عناصر داعش و سایر گروه‌های تروریستی فرامیلیتی به افغانستان جلوگیری نکند، ادعای استقرار امنیت و مقابله با تروریسم مورد پذیرش منطقه و جهان قرار نخواهد گرفت و چه بسا این اتهام همچنان دامن افغانستان را فرا بگیرد و از اعتبار امنیتی کشور در داوری دیگران بکاهد. از جانب دیگر مقامات حکومت سرپرست بارها در پاسخ به اتهامات، ادعاها و ابراز نگرانی‌های سایر کشورهای
همسایه و منطقه درباره استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان علیه امنیت ملی خود گفتند که آنان مسئول تامین امنیت کشورهای دیگر نیستند و مقامات امنیتی و نظامی این کشورها نباید مسئولیت ناکامی و ناتوانی خود در مهار تروریسم و مقابله با ناامنی را به حکومت سرپرست افغانستان نسبت دهند. چنین چیز مستلزم آن است که منطقه ما به شمول افغانستان نیازمند همکاری و همگرایی بسیار گسترده برای ایستادگی در برابر موج در حال توسعه تروریسم داعشی است، ضرورتی که جز از طریق دیپلماسی فعال کابل محقق نخواهد شد. در غیر این صورت دیوار کوتاه‌تر از افغانستان وجود نخواهد داشت و برف اتهامات و ادعاهای کشورهای همسایه و منطقه نیز در خصوص ناامنی و تهدیدات تروریستی همواره بر سر بام افغانستان انداخته خواهد شد. از جانب دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ششمین نشست فرمت مسکو از کشورهای غربی خواست که تحریم‌ها علیه حکومت سرپرست افغانستان را لغو کنند و مسئولیت بازسازی کشور را که از دهه‌ها جنگ ویران شده بپذیرند. او تأکید کرد که روسیه معتقد است که ادامه گفتگو با رویکرد عملی با حاکمان فعلی افغانستان ضروری است. با گفته او یک گفتگوی سازنده با حکومت سرپرست در جهت منافع، امنیت و توسعه اقتصادی منطقه است. در همین حال رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه هم از همکاری متقابل سودمند با استخبارات حکومت سرپرست تمجید کرد. ششمین نشست فرمت مسکو در شرایطی برگزار شد که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست به عنوان مهمان ویژه این نشست در مسکو حضور داشت. محتوای سخنرانی‌های ارائه شده در فرمت مسکو نشان داد که مقامات روس مصمم هستند تا راه چین برای تعامل با حکومت سرپرست را طی کنند. اولویت روس‌ها در شرایط کنونی تأمین امنیت منطقه و مهار تروریسم فرامرزی است، چیزی که به باور آنها از مسیر تعامل با حکومت سرپرست به دست می‌آید. با این همه اما روس‌ها تأکید می‌کنند که آنها مصمم به گفتگوهای عملی با حکومت سرپرست هستند. مقامات روس در عین حال میگویند که در زمینه تعامل با حکومت سرپرست افغانستان بر بنیاد واقعیت‌های موجود عمل خواهند کرد. یکی دیگر از ملاحظات مهم روسیه استفاده از شرایط سیاسی حاکم بر افغانستان برای تقابل با داعش است. روس‌ها چند ماه پیش هدف یک حمله تروریستی مرگبار منسوب به داعش قرار گرفتند که ده‌ها نفر کشته و زخمی بر جا گذاشت. افزون بر این، عناصر وابسته به داعش که عمدتاً از اتباع و شهروندان آسیای مرکزی شرکای سنتی و راهبردی روسیه محسوب می شوند در زندانهای این کشور دست به شورش‌های مرگبار و خونین زدند و به این ترتیب روسیه در پی آن است که نگرانی‌های امنیتی خود از ناحیه تهدیدات تروریستی گروه داعش را از طریق توسعه تعامل با افغانستان برطرف کند. از جانب دیگر واقعیت‌های موجود مورد تأکید روسیه به همان اندازه که با وضعیت و واقعیت‌های میدانی افغانستان مرتبط است، به شرایط داخلی خود روسیه نیز مربوط است. با بیان روشن‌تر، مسکو با توجه به حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان و همچنین درگیری روسیه با اوکراین امکانات اندک برای مقابله با هسته‌های تروریستی فرامرزی دارد و به همین دلیل ناگزیر است که دست به دامان حکومت سرپرست شود. به هر روی این وضعیت به نفع افغانستان است. به واقع در صورت برخورداری کشور از دستگاه دیپلماسی فعال، فرصت‌های مغتنمی برای توسعه روابط کشور با قدرت‌های مهم و محوری منطقه‌ای فراهم شده و این بار با بهره برداری هوشمندانه و هدفمند از شرایط آشفته منطقه‌ای و جهانی به خروج افغانستان از انزوای دیپلماتیک کمک می‌کند. ایالات متحده این امکان را داشت که از تجربیات تلخ و تأسف‌بار قدرت‌های استعماری پیشین درس بگیرد و راهی را که انگلیس و شوروی در افغانستان رفته بودند بار دیگر نپیماید.
با وجود این 20 سال طول کشید تا آمریکا با صرف هزاران میلیارد دلار و از دست دادن هزاران نیروی نظامی خود و متحدانش به یاد بیاورد که افغانستان هیچگاه برای قدرت‌های استعماری خارجی سرزمینی امن و بی‌آسیب نبوده است. مارک میلی رئیس پیشین ستاد ارتش آمریکا هفته گذشته درباره اشغال و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت: به نظر من این 20 سال بسیار طولانی و خوب بود، اما در نهایت طالبان پایتخت را اشغال کردند و کل کشور را گرفتند. او کاستی‌های سیاسی و راهبردی در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را پذیرفت و افزود که تجربیات آمریکا در افغانستان درس‌های زیاده دارد. میلی همچنان بیان کرد که یکی از اشتباهات بزرگ آمریکایی‌ها این بود که در اوایل سال 2001 و 2002 نتوانست اسامه بن لادن را دستگیر کند، با اینکه نیروها به شدت به او نزدیک بودند. او به کاستی‌های توافق برن نیز اشاره کرد و گفت که عدم تسلط نیروهای آمریکایی بر زبان‌های محلی یک ضعف بزرگ دیگر بود. آمریکا به طور کامل نمی‌دانست که در صحنه چی می‌گذرد. این نخستین بار نیست که یک درجه‌دار بلندپایه سابق آمریکا درباره درس‌های بیادماندنی و تاریخی اشغال افغانستان توسط ایالات متحده و خروج فاجعه‌بار از این کشور اظهار نظر می‌کند. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که اشغال افغانستان درس‌های بیادماندنی و فراموش نشدنی به آمریکایی‌ها داده است. همان درس‌هایی که ده‌ها سال پیش از این به روس‌ها و پیشتر از آن به استعمار پیر انگلیس داده بود. آمریکا نتوانست به اهداف راهبردی خود در اشغال افغانستان دست یابد و این همان چیزی است که هرگز ایالات متحده را به تکرار اشغال افغانستان ترغیب نخواهد کرد. به بیان روشن‌تر، آمریکایی‌ها اگرچه برای حضور بلندمدت به افغانستان نیامده بودند، برخلاف سیطره استراتژیکشان بر سایر کشورهای منطقه و جهان، هیچگاه نسبت به حضور در افغانستان نگاه استراتژیک و بلند مدت نداشتند، اما تضعیف موقعیت جهانی آمریکا استمرار حضور پرهزینه و بی دستاوردشان در افغانستان را دشوار می‌کرد. به همین دلیل استراتژیست‌های آمریکایی تصمیم گرفتند که افغانستان را با خفت و خاری تر کنند. نقشه‌ای که به نظر می‌رسد از همان آغاز به عنوان پلان بی اشغال افغانستان در دستور کار آمریکایی‌ها قرار داشت. با وجود این، همان گونه که مارک میلی نیز اعتراف کرده، شکست آمریکا در دستیابی به اهداف راهبردی خود در افغانستان در یک بازه زمانی محدود و کنترل شده نشان می‌دهد که تسلط بر افغانستان از سوی قدرت‌های بیگانه همچنان یک کابوس مرگبار است که ممکن است بر نتایج فاجعه‌بار بیانجامد. اما از آنجایی که این تجربه برای نخستین بار در تاریخ معاصر رخ نمی‌داد، ایالات متحده این امکان را داشت که از تجربیات تلخ و تأسف‌بار قدرت‌های استعماری پیشین درس بگیرد و راهی را که انگلیس و شوروی در افغانستان رفته بودند بار دیگر نپیماید. ولی برغم آن 20 سال طول کشید تا آمریکا با صرف هزاران میلیارد دلار و از دست دادن هزاران نیروی نظامی خود و متحدانش به یاد بیاورد که افغانستان هیچگاه برای قدرت‌های استعماری خارجی سرزمین امن و بی‌آسیبی نبوده است. در این میان، ما آمریکا با قدرت‌های استعماری پیشین یک تفاوت اساسی دارد و آن این که علارغم حضور پرهزینه و مرگبار و خروج فاجعه‌بار از افغانستان، همچنان این کشور را در اولویت سیاست خارجیش قرار داده و سعی می‌کند با صرف هزینه‌های کمتر و بدون نیاز به حضور مستقیم اهداف راهبردی خود را در افغانستان دنبال کند. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.